السلام علیکم افغانستان بنڈال نجی بے سرخ لیوی کچھ تاس ٹول روخ او جوڑو سے گئی بلی وہ نن پا شمبی نن دسی شمبی و رز دو تاس تمالی مرے چھے نن نو منگا دسی او دو موضوعات خوخو چھے آغاز تاسو دو پارا گٹو رو سی گئی دسی حد پا والی سر ہم او دو چولنے کی نور سے دسی مهم موضوعات چھے آغی باری باری منگا خبری ہوکو نو تاسو کولی شئ چې د بندر کوم فیسبوک پانا یعنی سوشل میډیا تاسو ښکاریږي په سکرین باندې اغل تم تلی شئ مونږ خپل پښتنې او نظر مونږ سره شریکولی شئ او د بندر چې کوم ایمیل اډرس ته الته هم تلی شئ خپل پښتنې خپل نظر ایمیل مونږ ته لګولی شئ خو کوشش وکړئ چې هغه سبجیکټ چې کله تر راځي اغل ته پوره کیسه مې لیکل ته خالي سبجیکټ لیکن څه باره کې تاسو دا ایمیل کړئ صحیح ده نو دې سره زه تاسو بل خبرو کوم چې نن زموږ دوه مهمه موضوعات دي هغه دی غاخونه نن غاخونه درد ولې کوي د کوشنیانو غاخونه هم درد کوي د لویانو غاخونه هم درد کوي نو په دا زموږ موضوع ده نن تاسو کولی شئ چې که دې سره تړلې کوي پښتنې تاسو لرئ نو کولی شئ له موږ سره شریکې ځکه چې ډاکټر صاحب د مینو وروسته موږ راځو نو له موږ سره وي نو موږ به ستاسو مشکلات هغې سره حل کړو بغیر د فیس نه کلینک ته چې بیا خو فیس اخلي تاسو نه نو بنډار کې مفت کې وتا نو تاسو او انستګرام ته تلی شئ د بنډار هلته هم موږ ته خپلې پښتنې او نظر را لېږلی شئ بلې هو او اوس هم زما د یلدا جانې خوا ته او د هغې میز ته چې زه د دې ځینه ګورم ما ته داسې د مربی مربی احساس کوي چې نن څکمه مربع موږ ته جوړې یلدا جان سلام نجیبه جان وعلیکم سلام بخیر باشی یک سلام به تمام بینده عزیز آرزو میکنم خوش و خوب سرحال باشین و آرزو دارم که یک روز خوب و خوش را پشت سر گذشتانده باشین خب ما گفتم میگی یک روز خوب را آغاز کرده باشین امشب ما در نظر گرفتیم که مربای انجیر بر شما دوستا طرز تهیهشان نشان بدم انجیر بسیار فایده های زیاد داره به تکلیف گرده بسیار زیاد فایده داره دوستا متوجه باشین و دیگه اشتیاور است این طفلای که اشتیا نداره از طرف صبح اگه بر زینه شما مربای انجیر بتین بفهمین که 100% چاشت اشتیاشان دو برابر میشه سمرخه او میدی تم دیره فایده لری بله بسیار زیاد فایده داره مثلا اغه خلق چه دا یو دو دری انجیر چه دیغه د شپې خسته کی سرچ راپورته شي پر روان یوخري نه هم فایده لري دا هم د ډاکټر نجیبی او د ډاکټر یلدا مشوره تاسو ته درې سایکری چانس ته مو ستارز ته ایشه می خاصه ده راځي د انجیر دا د انجیر مربا چې دا په یخنانو کې مربا سم خوان کې کنه سات چې سره ګور چې په څور پو کې جوړیږي د انجیر مربا لازم ما مواد و چې انجیر نیمه کیلو یو سلو سلوی اخت افغانی بوره نیمه کیلو شل افغانی دبل روټی 500 افغانۍ هیل د ضرورت وړ تقریبا د 200 خو شاکي د زنجیر مربا انجیر مربا چې کوم ده هغه د سپکور کې خپاکه سوتره جوړولې شي فائدہ منه صحیح ده نو اوس راتوای چې دوستا عزیز اول ما بوره را میگیریم ما میمونیم جوش بیایم تو بوره را قبلا مربا زرده که برتان گفتم بیخی طرز تایشم درست بوره را ماندیم که دقیام بیایه وقتی که بوره ما شربت شد این را دیگ دیگ بره جدا بوره او من داختی هم؟ بله بله او من داختیم اون دو جوش خورده رفته سکل چطور تیره شده ایلم من داختیم نه ایلم نوز ننداختیم ایل اینجا از بوشی از اینجا تا اونجا احساس میکنی یا گان وقت سیگنال کار نمی سیگنال از این طرف اتر بویش آمد من فکر کنم دوستا عزیز بعد از او آب میمانیم دیگه بره دیگه جداگانه آب که جوش آمد انجیر خودم اندازیم انجیر خوب میمانیم که نرم شد وقتی که فامیلیم که دیگه میبخشی اونم سر پوش ما سعی نموندیم هر کار که میکرین سعی کرین نجیبه میفهمی نجیبه چی کار غلط نمیکرین این رو خوب میفهمی دیگه یلدا خوب که انجیر نرم شد بعد از اون ایش همی شربت اضافه کنیم به خاطر اگه انجیر نرم نشه پیش از پیش بوش شما بوده را پرتین انجیر خام باشه دیگه باز نرم خود نمیکنه اگه مربای زردک باشه اگه مربای سی باشه هر رقم نوع مربا باشه باید اول مور نرم کنی اگه زردک باشه زردک نرم شوه اگه سی باشه سی و اگه انجیر باشه انجیر بعد از اون شربتش اضافه کنه اگه ما اول شربت اضافه کنیم بعد از اون که مو انجیر خام میمونه دیگه هر قدر که جوش بده نرم نمیشه چی وقت دقیق کنیم اینه نال هم میمونه بهش اینه انجیر تر میکنیم انجیر خشک اگه بود اگه تازه بود نه ما تر نمیکنیم من خسته او نه نه باید تستر کنی انجیری که خشک بود باید تسترش کنی که کمکت نرم شد اگه تازه بود آجت تر کردن نده خسته ای دوست عزیز نان دبل روتی داریم اینجا انجیر است ایل است بور است تاییش هم برتان گفت بسیار ساده بگم بازم میگم که باید دادی او بو که خسته کی نجبه جان امیر نمیشه به دری بگی من این فهم در پشتو تو چی میگی اون هم چیز که خودت گفتی برای پشتو گفتم شما تر گفتین من گوای چپو بو که خسته کی خو سید نو دا چمرا چقدر وقت پیش باید یک نیم ساعت پیش
زیاد زود خود نرم میکنه. نیم ساعت پیش دو جوش باید تر شد. اوکی. خب. و بعد از اون جوش هم میدیم. خب جوش هم میدیم. چرا؟ نگفتم دی... خب بخاطر باید از نرم شد. اگر نرم نشد خب باز مربا نمیشه. لوابدار نمیشه. اوکی. بسیار خوب. و کشنه هم دا پارا دیرخه خبرو که چاقه کشنه تی اشتیانه لری دا مربا ارتا جوره که سهر وقتی گوره که وی او سهر چی مکتبون تزی و خوز فکر کب چی رخصه تیره خو سهر دا بلوتی که چورتا وحی وره که ورتا نخوندم که کشنه خوک شای خوخیم او نم دی سر زمان دا بندار ایمیلز خواتا او گورو چی چا مونگ تا ایمیلز را لگلی چی پخ پروانه که جور او ایمیلز 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 خب خدا کنه که صحتمند باشی و سلام به آشپزتان. ما شم سلطانی هستم از مزار شریف. برنامه تان بسیار زیباست. شما بسیار بسیار گرداندنده موفق هستین. خیلی عالی برنامه را پیش میبرین. همیش موفق و کامیاب باشین. ایمیل ما حتما بخوانین. تشکر از شما. تشکر از شما که ایمیل کردین. اینا حتما ایمیل تا خواندم در برنامه. بیا هم در کاری دانا مونگ تا یو ایمیل را غلی ده او آغی مونگ نا یو خواهش کرده ده او دا نصرت شاه مکته دا ایمیل د کانادا را لګلې. ستاسو خبرې په سر سترګو تاسو چې کوم د بدلون خبره کړې په خبرونه کې نو موږ په هغې باندې فکر وکړو که هغه نشو بدلولی باید امپروو وکړو. صحیح ده. نو لږ زړونه غټ ساتئ طنز و مزا دپاره. او ستاسو خبره زه منمه چې باید دا موږ امپروو کړو او ښه اوسېږي. باید ستاسو په مخ باندې مسکا راشي. نو د هغې دپاره موږ دغه سیګمنټ په دې خپرونه کې ساتلی ده. خو بیا هم ګرانه ډیره مننه ستا د نظر نه ځکه دا ستاسو خپرونه ده. نو موږ خو کامیډي دي که دې دپاره ساتو چې تاسو په مخونو مسکا راشي. نو ستاسو چې کومې خبرې موږ ته را لیږلي لیکلي مو دي هغه موږ خپل ټیم سره شریکې کړې دي. په هغې باندې موږ کار کوو. سلامونه نجیبه جانې تاسو او ملاقي او ستاسو ټول ټیم ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسېږي. پس له سلامه ستاسو پروګرامونه مو ډېر زیات خوښېږي. ډېره زیاته مننه ستا احساس ستا د احساس نه مننه چې د خپل ګران وطن لپاره یې لري. او بیا راته وایي د موسیقۍ د موسیقي به لږه ډېره نه کوي په خپرونه کې. نو زه به دا ووایم چې وطن خو احساس باندې نه جوړېږي تر څو کار ونه کړو. او کار به داسې وي چې په دې خپرونه کې به مونږ تنه ډنګډو ته نه لرو. په یعنې ډولونه به م راخیستي موسیقي به وي لږ د کار خبرې م اورئ چې چېرته لږ د کار بنډار کېږي هغه م اورئ د صحت سره تړلي د ټولنې سره تړلي. صحیح ده. نو ایله خو به مخکې ځو. هر زمونږ تلویزیون وګوري یی کی دوه رکه به خبرونی دغه دمه واخلي بیا بیرته راځو.